تو این کار اولین اشتباه آخرین اشتباهه. راست میگی؟ من حرفامو پس میگیرم. کدومشونو؟ این که آدم نباید خونسرد باشه. اتفاقا به نظر من آدم باید طوری رفتار کنه انگار که اتفاقی نیفتاده. این که خیلی سخته مهین. سخته، ولی جلوی اشتباه هم میگیره. همه ما تو زندگیمون گاهی اشتباه میکنیم، ولی اگه صادقانه برخورد کنیم معلوم میشه که کجا اشتباه کردیم. من اقرار میکنم که همیشه رفتارم با لطفی خوب و صبورانه نبوده. من خیلی اشتباه کردم مریم، میخوام اگه بشه جبران کنم. خوش به حالت مهین، حداقل میدونی چه اشتباهی کردی، ولی من هیچی نمیدونم جز این که آشپزیم خوب نیست. مهین، من دیگه میخوام یه آشپز خوب باشم. من میخوام اونقدر عوض بشم که لطفی باورش نشه. میخوام بفهمم که اون چی حس میکنه. میخوام بدونم که به چی فکر میکنه. میخوام تو غماش شریکش باشم. میخوام بشناسمش. میخوام... میدونی؟ آدم ها احتیاج به محبت دارن. خیلی از ما محبت داریم ولی نمیذاریم کسی از اون خبردار بشه. خونه محبت میخواد. همه چیز خونه، در و دیوار خونه، هر گوشش باید نشونی از محبت داشته باشه. بدون محبت زندگی روحشو از دست میده مریم. چقدر قشنگ حرف میزنی مهین. متشکرم. این حرفا رو از کجا یاد گرفتی؟ از رادیو. هر روز صبح مشاور خانوادگی تو رادیو از این حرفا میزنه. میدونی من حالا دارم معنی حرفاشو میفهمم. اون میگه که از این که اقرار کنید که اشتباه کردید نباید خجالت بکشید. و من دیگه خجالت نمی کشم. من میخوام عوض بشم مریم. فقط امیدوارم فرصتشو داشته باشم. حتما داری مهین. ممنونم که دل داریم میدی. ولی اگه لطفی بخواد پاشو کج بذاره استخونه پاشو میشکنم. منم همینطور. روی کادویی که معلوم نیست قراره بده به کی نوشته، به آنکه زندگیم رو رنگ تازه بخشید. خوبه. ضمناً یادت باشه که ما با چشم و گوش باز عوض میشیم. میدونی من از چی تعجب میکنم؟ از اینکه چرا داییم داره به علی کمک میکنه. نه بابا، در این یه مورد داری اشتباه میکنی. من خیلی فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که مخفی کاری دوتاییشون هیچ ربطی به مخفی کاری تکیشون نداره. این موضوع با هم دیگه اتفاقی همزمان شده. خب خیالم راحت شد. خیالت راحت نباشه. فهمیدم. ببینم حالا چیکار کنیم. میدونی به نظر من بهترین کار اینه که امشب یه شام خوشمزه بپزیم. با هم؟ تا کی؟ بازم بدبختی من شروع شد. شد.
عجیبه، بازم با هم رسیدیم. آره واقعا عجیبه. میگم عجیبتر اینه که صبح با هم میریم. آره واقعا عجیبه. بفرمایید تو. خیلی ممنون، شما بفرمایید. خدافظ. سلام برسید. سلام. آه سلام. نه 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 نظر استمی بدش به من. خسته نباشی. کتتو به دعوت میکنم. خب اینم دمپاییات که کفشتو عوض کنی. چرا نگاه میکنی؟ این دفعه تو چشامو اینطوری کردی؟ امیدوارم که همیشه تو خوش و سلامت باشی. خیلی ممنون. یعنی اشتباه اومدم؟ نه خیلی، شما اشتباه نیومدید. نکنه تولدمه؟ هر روز میتونه یه تولد تازه باشه. ببینم تو چایی تو قبل از شام میخوری یا شاید وقتی دیگه؟ شامم نباید ببزم؟ تا تو با چکاوکت حرف میزنی من سفره رو میندازم. سفره رو میندازی؟ خدایا اینجا بهترین جای دنیاست. امیدوارم یه گوشش باشه. همین قدرم از سرم زیاده. امروزم چه روزیه واسه خودش. چکاوکم کجایی؟ چکاوک کجایی؟ چکاوک چیزی شده کمال؟ الان که می اومدم چکاوک نبود، هنوزم نیست، نمیدونم کی پروندتش. شاید برگشته خونش، شاید فهمیده که دیگه اینجا جاش نیست. منظورت چیه که میگی دیگه اینجا جاش نیست؟ منظورم اینه که بالاخره محبت تو برش میگردونه. آه ابوالملی چکاوک کجایی؟ خوشمزه ترین کبابی بود که تا حالا از بیرون خریدی. خواستم برای تنوعی باشه. با اینکه مزهش مثل همیشه بود ولی یه فرقی داشت. شکر پروردگارا شکرت. از جات تکون نخور، همینجا بشین، من همین الان برمیگردم. خب اینم حوله نمدار. دلم میخواد از خوشحالی تو بیا اینجا یه دقیقه بشین استراحت کن. تو اینجا میشینی و یه خورده تلویزیون نگاه میکنی، منم میرم برات چای گرم میارم. ببینم اصلا کدوم کانال رو میخوای برات بگیرم. ها خیلی خوب،
این تخته اینم میداده بشین کارای طراحی تو همینجا انجام بده. ولی من فکر میکردم تو دوست نداری من اینجا رو کثیف کنم مریم. من دوست ندارم، من آرزومه که تو همینجا کار کنی. اتفاقی افتاده؟ یه اتفاق ساده. چی؟ همه چیزو مرد نباید بدونه. این خوشمزه ترین چلو کباب کوبیده ای بود که از بیرو خریدی. گفتم شاید برای تنوع داشته باشه. اتفاقا با این که مزهش مثل همیشه بود نمیدونم چرا فرق داشت. خدای شکرت. از جان تکون نخور. چشم. اینم حوله نمدار برای آقای خونه. خدایا دیگه طاقتشو ندارم. کمال کجا داری میری؟ الان بر میگردم. مریم سوژه نابود شد. ایزن علی. چکاوک. باز که شروع کردی کمال. یعنی تموم شد؟ من فکر میکردم تموم شده. چرا اومد؟ چرا رفت؟ به هر حال هر پرندهی باید برگرده به لونه خودش. ولی گم میشه مهین. تو قصه اونو نخور لطفا. غروبی که با آقای لطفی اومدیم از چکاوک خبری نبود. یعنی کجا رفته؟ باز که چکاوک بازی شروع شد. منظورت چه شروع شد؟ چکاوک رفته خونش. آخه گم میشه. تو لازم نیست قصه اونو بخوری. مریم نرفته، هست. گوش کن، اینقدر دلم میخواست میتونستم باهاش صحبت کنم. خب صحبت کن. میشتفی من این برگشته. کی؟ چکاوک. بی جا کرده. چی؟ هیچی.
مریم داره با منم حرف میزنه. صداش یه کمی تغییر کرده، انگار رفته خودشو یه جایی سرما داده. کجا بودی کوچولو؟ نگفتی دلمون برات تنگ میشه؟ واقعا که صداش باز شد. من میشنفی؟ کر که نیستم، دارم میشنفم. آره، فردا بعد از وقت شرکت. بعد از شرکت؟ ببین آخه یه کمی سخته. کاش میشود. چی؟ کاش میشود راحت تر با هم حرف بزنیم. موافقم. اینطوری حرف زدن خیلی سخته. من ترتیب همه کارا رو میدم. منم کارهای لازم رو میکنم. نمیشه صبح ببینمه؟ قبل از شرکت؟ پس بذار من به شرکت زنگ بزنم، اگه شد بهت خبر میدم. پس اگه شد آره، نمیشه حرف زد. خداحافظ. این وقت شبم آدمو بهل نمی کنن. ولی تو تلفن زدی روسی؟ ها چرا، من فکر کردم بهم زنگ زدن. نمیدونم. هم نمیدونی؟ دیگه هیچی آدم یادش نیست. زنی شوهرش رو کشت. این که تازگی نداره، زنا هر روز صد دفعه شوهرشون رو میکشن. زنی که فکر میکرد شوهرش به او خیانت میکند، دیشب در غذای شوهرش مرگ موش ریخت و او را کشت. خب او بعدن اعلان کرد که از این کار خود اصلا پشیمان نیست. با مرگ موش؟ نوع جنایت مهم نیست آقای لطفی. متوجه. خوبه. نه، ما اصلا هم خوب نیست. من هم همین عقیده رو دارم، ولی بعضی زنها مجبورن. من حالا که بلند شدی یه چای کم رنگم برای من بیار. خودت بیار. چقدر دوران زندگی در بهترین جای دنیا کوتاه بود. ولی من همیشه در خاطرم باقی میمونه. یادش بخیر. همین الان خیلی مشکوک با هم صحبت کردن. احتمالا قراره فردا هم دیگر ببینن، ولی قطعا فردا صبح معلوم میشه. اتفاقا لطفی هم یه ساعت پیش با یکی تلفنی قرار گذاشت. فردا صبح معلوم میشه آره یا نه. حالا چی کار کنیم؟ خیلی خوب، حواستو جمع کن، خوب گوش کن ببین بهت چی میگم. فردا صبح قبل از این که علی آقا و لطفی بتونن همش کار خونه، همش صرف شستن، همش جارو کردن و خرید، کوقت شناس.
من که همیشه کمکت میکنم. یه امشبو نگاه نکن آقا. یه او چت شده مریم. من هیچی نیست علی. دیدی؟ تو دوتا دیگه ظرف شستی خسته شدی. ساعت دنبال این لنگ کفشم میگردم. اینم مال پریروزیه. تو منظورت به اون بینوا رسیده؟ فعلا که اینطوریه. ترسیدم. خب بترس. دستام رو باید بشورم. خانم ربات خسته نباشی. چه خبر؟ کسی زنگ نزد؟ ببین من امروز کمی دیرتر میام. آره یه جایی کار دارم. فرستادین که کاتالوگا رو بگیرم. قرار امروز صبح منم کنسل کنید. آها کاری ندارین؟ خداحافظ. شمایی؟ میتونم امروز صبح ببینمت. خداحافظ. اتفاقا لطفی هم با تلفن همونطوری صحبت میکرد. فقط نمیدونم چرا کارهای لطفی و علی آقا با هم همزمان میشه. چرا یه مرتبه این بو رو پیدا کرده؟ حالا من چطوری از شر این بوی گند خلاص بشم؟ شنیدی؟ فکر کنم اولین تیرم به هدف خورد. فعلا خداحافظ. یعنی این یه شبه گندیده؟ ببینم بوی بد کدومه؟ این همونیه که هر روز میزنی. اتفاقا خیلی هم خوبه. شوخی میکنی؟ این همونه؟ وا یعنی من بوشو نمیشناسم؟ اصلا تو امروز همش داری بهانه میگی. من کی بهانه گرفتم؟ گرفتی خودت هم متوجه نیستی. حالا بگو از کجا خریدی یه دونه فساد بخرم. آه نه 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 نه. خب اگه خوشت نمیاد پس واسه چی خریدی؟ یعنی واقعا این همون دیروزیه؟ خب معلومه. من یعنی بینی من از دیروز تا حالا چیزی شده؟ چی بگم والا؟ پاشو پاشو زود پاشو. چی شده؟ چه خبر؟ این لباس نو رو پوشیدی بری گاوداری؟ کت شلوارت هم که نوه. من امروز فکر کردم مردا رو که روشون بدی ها میخوان همه لباس نوهاشون رو بپوشن برن سر کار. بعد وقتی که یه عروسی و مهمونی پیش میاد هیچ لباسی نداره. برو زود لباسات عوض کن. آخه من آخه نداره. من اصلا خودم بهت میگم که چی باید بپوشی. گاوا از کجا میدونن که تو چی پوشیدی و چی نپوشیدی؟ آخه من گاوا مریم بس کن. من امروز با یه نفر قرار دارم. به خدا زشت دیر برسم. با پیرن اتو نکرده نمیشه رفت بیرون. بابا این پلیس مگه چشه؟ اون به کچلوارت نمیاد.
اصلا کی خواست کت شلوار بپوشه خانم؟ بدون کت شلوار که نمیشه رفت سر قرار. یعنی اینطوری برم؟ واسه چی لباس نوتو خراب کنی؟ بیا این کتو بپوش چورو که پیرنت پیدا نشه. اینو بپوشم؟ مگه چشه؟ یادم وقتی عقد کردت بودم اینو میپوشیدی. خیلی هم بهت میومد. این کت هزار تا خاطره داره کمان. آخ شدی عین اون وقتا. پشت یقتو درست کن. حسنش در اینه که لباسم به بوی گندی که زدم میاد. خب دیگه میتونم برم؟ چه عجله‌ایه؟ چه عجله‌ایه؟ مریم سوخت. حواست کجاست؟ یه دقیقه رفتم بیرونم. حالا من چی کار کنم؟ هیچی، مجبورم یه پیرن دیگه برات اتو کنم. نه. آره. نوشتی؟ بله نوشتم. خب یه بار از اول بخون ببینم که چیزی از قلم نیفتاده. نه نیفتاده. بشین. افتاده. بستنی دو بسته، شکرپنیر یه بسته، لواشک چهار بسته کوچک، تمر هندی یه بسته، گندم شادونه یک کیلو. گندم شادونه رو خط بزن، بنویس یک کیلو برگه هلو. آخه چه کاریه؟ تو خونه باشه لازم میشه. با گندم شادونه باز چی لازم میشه؟ خطش بزن. باشه اینم خط. خب حالا میوه. میوه باشه، میوه رو میگیرم. بدون نوشتن که نمیشه خرید. نه نمیشه. بگو. بنویس. بگو. ببینم. این چه خطیه تو داری؟ تو با خط من چه کار داری؟ خب کار دارم، این بچه های کلاس اولی میمونه. اگه لغمانم بشم جلوت کنوز کلاس اولم. حالا شوخیت گرفته؟ صبح اول صبح کجا شوخیم گرفته؟ من این تو رو خدا زودتر تمومش کن، یه نفر منتظرمه. کی؟ نمیدونم بگم. نمیتونی بگی؟ نه. پس بنویس. بگو. 2 کیلو سیب سفید. مهین. هویج 4 کیلو. 10 کیلو. آلبالو 2 کیلو. آلو 5 کیلو. دیگه چی میخوام؟ دیگه چی میخوام؟ مریم، لنگ کفشم هم نیست. خب ببین کجا درش آوردی؟ الان دیگه پیرنه تموم میشه، صبر کن. دیگه به موقع نمیرسم. راست میگی؟ بله. خب پس دیگه پیرنه تموم شد. این از پیرنه، اینم از کتت، بفرمایید. نمیخوامش. یعنی نمیخوای بری سر قراره؟ خب حالا باید بگردیم ببینیم لنگ کفشتو کجا انداختی. آها، پشت صندوقو دیدی؟ بله. توشو چی؟ توی صندوقو؟ خب پس بگو هیچ جا رو نگشتم. توی اونو نگاه نکنی یا؟ چرا؟ مگه توش چیزی هست که من نباید ببینم؟ نه نه، اصلا من یه کفش دیگه میپوشم. مریم تنبل. بفرمایید. ببین لنگ کفششو کجا در آورده. واقعا که حواست این روزا خیلی پرته. چرا؟ چرا چی؟ چرا انقدر حواست پرته؟
تو چرا اینقدر حواست پرته؟ شما هم نرفتین؟ فکر کنم شما رفتین، خدا رو شکر. مال زمان عروسیمه. مگه چشه؟ خیلی هم شیکه. بسیار شیکه. علی بگه من این کیفو. باز با بفرمایید. نه بفرمایید، خواهش میکنم. اگه بدونی صبح تا حالا من این نذشته جون بخور. منم همینطور، همه چی آماده است، فقط عصر پنجشنبه یه جوری زنا رو باید از خونه بفرستیم. من با مادر مریم تماس گرفتم. خوب. و قراره که بهش زنگ بزن و دعوتش کنه خونش. خب در زین مادر مریم از تو دفترچه تلفن قدیمیش شماره تلفن تمام دوستای دوران دبیرستان مریم پیدا کرده. خب من به خانم ربات سپردم که به همشون زنگ بزن و برای عصر پنجشنبه دعوتشون کنه. مریم حتما از دیدن اونا خوشحال میشه. من مهینو چی کار کنم؟ حالا بریم بعد یه کاریش میکنیم. خدا چکاوک. آه شنیدی؟ برگشته. فردا نمیری بیرون؟ فردا نه. خب اینم درست شد. حالا بگو ببینم اسب چجوری حرکت میکنه؟ با پا. اسب شطرنج رو میگم. با ال، یعنی به صورت ال. آفرین، درسته. راست میگی؟ درست گفتم؟ برای اولین بار. وحشی. ها؟ دو حرفه. چهار حرفه. دو حرفیشو میگم. دد. باریکلا. خود خودشه. دده. خب. زیر نیم کاسه است؟ چی؟ کاسه. آفرین، درست گفتی. برای اولین بار. کاسه. خب، امروز داشتم با خودم فکر میکردم تو این همه حیوانی که خدا خلق کرده. خب. گاوم واسه خودش حیوان جالبیه ها. بالاخره متوجه شدی؟ خب آره. فردا چند شنبه است؟ فردا پنجشنبه. فردا صبح با هم میریم گاوداری؟ تا عصر اونجا میمونیم و من تمام گاوامو یکی یکی بهت معرفی میکنم. حالا چرا فردا؟ دیره؟ خیلی خوب، فردا میریم گاوداری. وای خدا، بالاخره با هم میریم گاوداری. این خبر رو باید به علی بدم. به علی چرا؟ خب واسه این که خوشحال میشه. چرا خوشحال میشه؟ همینطوری. مگه خوشحال بشه بده؟ خب نمیدونم. منم نمیدونم. درست شد. علی فردا صبح قبل از اینکه بری شرکت میتونی منو برسونی خونه مادرم؟ امروز بهم تلفن کرد گفت دلش برام تنگ شده. منم دلم خیلی براش تنگ شده. باش. ضمناً میتونم اونجا بمونم تا اینکه تو بخوای برگردم. منظور چیه؟ یعنی تو نمیدونی؟ نه. این روزا خیلی بی‌حوصله ای. نمیخوای به من بگی چته؟ این روزا وضع تبلیغات یه کمی خوب نیست.
چند تا قرار کاریم به هم خورده. نمیخواستم اینا رو بهت بگم مریم. دلم به خونه با تو خوش بود که تو هم یه کارایی میکنی که من اینجا اصلا نمیفهمم. همین؟ مطمئنی چیز دیگه نیست که من باید بدونم؟ مثل چی؟ مثل رنگ های جدید زندگی. نمیفهمم مریم. باشه، امیدوارم کارت رونق بگیره. بفرمایید. سلام. صبح بخیر. سلام به رؤسای خودم. ببینید امروز برای اولین بار دارم میرم گاوا رو ببینم. اصلا ضرر نمی‌کنی. راستی میشد از خودت اونجا هست که برگرد نمی‌شه اونجا میزنه دیگه. باشه خوبه. باز شروع کردی کمان؟ بابا اگه ما مردا دو کلمه با هم حرف نزنیم که اصلا نمیتونیم زندگی کنیم. دلمون میتره که تو هم داری میری خونه مادر دخترم. نه شما از کجا میدونین دایی جون؟ من از کجا میدونم؟ من از کجا بدونم؟ همینطوری گفتم مثل ششم. بریم آقای لطفی. خانم بریم. بفهمم. چقدر دیر کردی؟ اونقدر من این به صنعت دامداری علاقه نشون میداد که باورت نمیشه. الان کجاست؟ مثل یه مادر داره از یه گوساله تازه به دنیا اومده مراقبت میکنه. فکر میکنم تا چند ساعت اصلا به فکر صاحب گوسالم نیفته. میگم انگار داریم موفق میشیم. ما مردم مجبوری موفق بشیم. مگه اینکه موفق نشیم. یه وقت سرم رو برگردوندم دیدم آقا نیست. آقا کجاست خدا میدونه. آقای لطفی بدون من پام برسه خونه دیگه یه لحظه هم تو خونت نمیمونم. اون خونه مال تو هم هست. ضمناً میشه جلو خواهر زدن با هم دیگه دعوا نکنین؟ اونم دلش خونه از دست من؟ خیر، اونم مثل من یک سوهان روح داره. آره دایی جان تو سوهان روح داری؟ دایی؟ بله. میرم گاوداری. من این خودتو عصبانی نکن. منی بیچاره رو بگو که علی آقا میگه میام دنبالت بعدش هم نمیاد. حالا من اومدم دنبالت دایی جان، مگه اشکالی داری؟ نه دایی جان، ولی شما که نمیدونی. در باز کن. کمال. آه خب مگه خودت کلید نداری؟ بفرم. من از همه چیز خبر دارم.
راست میگی؟ بله. پس تو رو خدا این چند لحظه رو هم چیزی نگو، از مزه میفته. از مزه میفته؟ واقعا که تو دیگه کی هستی؟ من کمال لطفی، اهل تهران، بچه خیابون ری، بنبست لطفی. بفرمایید. بفرمایید. نگاه کن. علی چه خبره؟ گفتم از دیدن دوستای دبیرستان دونم تو روز تولدت خوشحال میشی. اگه همیشه نمیگفتی ای کاش همه اونا رو با هم میدیدیم. قبلن به من میگفتی سلام خانوم شده واسه خوده من رو بگو تو رو بگم چی؟ حتی اقل به من میگفتی ازش یک کادو تهیه میگردم خدمت شما تقدیم به تو که بهتری تو هم وقتی بهترینی بهترینی بابت که راست میگم تولدت مبارک مریم که زندگی هم رو رنگی تازه بخشید سریع من چی؟ هیچی تولدت مبارک ممنونم مریم قابلی نداره گرچه قبلا دیدیش سلیقه لطفیه همینه قبلا دیدی اما شکر بودی ندیدی علی آقا دیدی کاری نداشت مخلصتیم آقای لطفی ما مخلصتیم ولی نمیدونی بیچارم کردم دایی چون تولدت مبارک دایی اینم امانتی تو ما بالاخره نفهمیدیم این چکاوک چرا اومد چرا رفت چرا باز اومد و چرا دوباره رفت؟ اومد برای اینکه فکر کرد درست اومده رفت برای اینکه فکر کرد اشتباهی اومده دوباره برگشت برای اینکه فکر کرد اشتباهی رفته دفعه آخر رفت چون مطمئن شد که جاش اینجا نیست ما که نفهمیدیم چی گفتی؟ ما فهمیدیم آقای لطفی